خصلتي صلى عيب مش الله بدان. عليه وسلم پیغمبر صلی الله ان الله علیه عز وسلم وجل فرمودند حي بیگمان خبیر الله سبحانه و يحب تعالی الحياء بسیار والسلام. با حیا و پرده پوش است و حیا و پرده پوشی را دوست می دارد. حدیث با روایت امام ابو داود و امام نسائی. عیب پوشی خصلت نیکی است که از خود محبت را میراث می گذارد و میوه آن گمان نیک است و عیب پوشی آتش فساد را خاموش می کند. با عیب پوشی یک امت حفظ کرده شده بنیاد آنها دوامناک باشد و با عیب پوشی اخلاق قائم یافته باقی میماند و به شخص مسلمان واجب است که عیب همه مردم را بپوشد و گناه و بدی های آنها را فاش نگرداند. اینچنین به انسان واجب است که عیب خود را بپوشاند اگر چنده آن گناه باشد و یا خطاگیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همه افراد امتم بخشیده می شوند مگر انسان هایی که گناه خود را آشکار میکنند. و یکی از تصدیق آشکار کردن گناه این است که شخص در شب مرتکب گناه شود و در حالی که الله سبحانه و تعالی گناهش را پوشیده است و در وقت صبح آن را برای مردم آشکار بگوید: ای فلانی، من شب گذشته چنین و چنان کردم. این در حالی است که الله سبحانه و تعالی گناهانش را پوشیده بود، ولی در وقت صبح پرده و ستر الهی را از روی خود بر می دارد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. زیرا به تحقیق عیب پوشی را در شریعت مشروع گردانده است و در آخرت نتیجه و عاقبت نیک دارد. ما باید از کفتن عیب مردم سخت حذر بکنیم، زیرا عاقبت بدی آن را ما در این دنیا پیش از آخرت می چشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای آنهایی که تنها با زبانهایشان ایمان آوردند، ایمان به قلبشان داخل نگردیده است، مسلمانان را در وقت غایب بودنشان به بدی یاد نکنید و آن عیب بدی های آنها که از مردم پوشیده بود آشکار مگردانید، زیرا آنهایی که عیب بدی های کسی را آشکار میکند، الله سبحانه و تعالی عیب بدی او را آشکار میکند، اگرچه آن در خانه اش از مردم پنهان باشد. جزای او در این دنیا پیش از جزای آخرت به او میرسد. حدیث با روایت امام ابو داود. از پوشیدن عیب که آن امر مستحب است، این پوشیدن عیب آنهایی است که انسانهای خوب هستند، از اهل شر نیستند، به مانند آنهایی که با بدی و فساد آنها را شناخته نشده است. و اما آن شخصانی که آشکارا به گناه دست میزنند، پس آنها از جمله کسانی هستند که پوشیدن عیب بدی آنها لازم بود، بلکه آن گناهکاری که آزار و ضررش به همه میرسد و با نصیحت او اصلاح نمیگردد، به آنهایی که میتوانند راهی بدی او را بگیرند باید مراجعت کرد. در عیب پوشی فایده هاست. فایده اول نشر محبت و الفت در بین مردم. فایده دوم بازگشت شخص گناهکار با توبه به سوی پروردگار. خواهیم که جمعیت خود را اصلاح گردانیم، پس آن بیماریه که آن جماعت دارد انتشار نکنیم. آشکار کردن سیر و عیب مردم، خاصتا یک عیب شخص معروف مشهور که بعد آشکار کردن سیر و عیب او سبب می شود که دیگران به آن گناه دست بزنند. پس آن جمعیتی که عیب خود را دانسته اصلاح می شوند، الله سبحانه و تعالی از آنها راضی می شود و عیب آنها را در دنیا و آخرت می پوشاند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که عیب یک مسلمان را می پوشاند، الله سبحانه و تعالی عیب او را در دنیا و آخرت می پوشد. حدیث با روایت امام مسلم.